درود بر شما دوستان و همراهان به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در این درس میخواییم نحوه تلفظ درست TH در انگلیسی رو با هم مرور کنیم و انواع حالت هایی که TH در انگلیسی تلفظ میشه رو همراه با مثال های یک بار برای همیشه خوب یاد بگیریم فقط دوستان فراموش نکنید هر جمله و عبارت رو که در این درس خدمت شما تقدیم میکنیم برای اینکه خوب یاد بگیرید و بهش مسلط بشید اونها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید هنگام بیان و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا ببینید که آیا دارید درست تلفظ میکنید یا هنوز مشکل داره پس فراموش نکنید حتما این کار رو انجام بدید موضوع دیگه عزیزان اگر میخواید جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن کانال خودتون به دستتون برسه و بتونید از اونها در جهت یادگیری و رشد خودتون استفاده بکنید کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو سابسکرایب یا فالو کنید و با زدن دکمه نوتیفیکیشن به محض انتشار یافتن کلیپ های درسی و آموزشی مطلع خواهید شد و از اونها استفاده خواهید کرد بسیار خوب بپردازیم به انواع مختلف تلفظ درست تی در انگلیسی بچه ها به طور کلی th در انگلیسی به دو صورت تلفظ میشه حالت اول که الان داریم خدمت شما بیان میکنیم حالتی است که وقتی میخواید تلفظش بکنید زبونتون باید پشت یا زیر نیش دندونهای بالا قرار بگیره و سعی میکنید بگید سه سه سارا مثلا و زمانی که شما زبونتون رو پشت یا زیر نیش دندون بالا قرار میدید میگید سه مثلا در سارا به این صورت میشه س ف پس دقت بکنید هیچ وقت تی ایچ رو نباید د یا ت یا سه تلفظ بکنید یعنی مثلا وقتی میخوایم بگیم فنکس نباید بگیم تنکس یا نباید بگیم دنگس یا نباید بگیم سنگس هیچ کدوم از اینا نیست تلفظ درست اینه فنگس زبون پشت یا زیر نیش دندون بالا و سعی میکنیم بگیم سه سارا به این صورت میشه سارا سارا حالا با مثال هایی که در ادامه خدمت شما تقدیم میشه خوب فرا خواهید گرفت بپردازیم به مثال ها Thank you. Thank you. thank یعنی سپاسگزاری کردن you یعنی تو thank you یعنی از تو ممنونم از تو متشکرم ما هم از شما ممنون و سپاسگذاریم که ما رو همراهی میکنید عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت می نویسید و با صدای رسا تکرار میکنید صدای خودتون رو ضبط میکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه میکنید تا خوب یاد بگیرید پس تلفظ درست شد Thank و thank you یعنی از شما سپاس گذارم. Thank you. Thank you. Birthday. Birthday. Birth یعنی تولد. Day یعنی روز. Birthday یعنی روز تولد و همونطور که دارید میشنوید و میبینید TH در birth به این صورت که خدمتتون عرض شد یعنی زبون زیر یا پشت دندون بالا و سعی می کنید بگید سه 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 سارا برث برث پس برثدی برثدی یا برستدی نیست برثدی برثدی یعنی تولد و حالا یک مثال رو با هم داشته باشیم تدی از مای برثدی امروز تولد من است تولدت مبارک عزیزم تدی از مای برثدی Today is my birthday. Three. 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 همونطور که دارید میشه نوید و میبینید که اچ در 3 باز هم به این صورت تلفظ میشه زبون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه, سه سارا میشه سه سه سه. Three. three یعنی سه یک مثال I have three dogs I have three dogs. من سه تا سگ دارم. I have three dogs. شما چند تا سگ دارید؟ I have three dogs. I have three dogs. Think. Think. Think دوباره یکی از اون مواردیه که تی ایچ در حالت تلفظ سه مثل سارا Think پس I think نیست I think هم نیست I think I think ایش هم بین ای و ا I think یعنی من فکر می کنم I think you are right You are right یعنی حق با توه I think you are right من فکر می کنم حق با تو باشه I think you are right I think you are right خب حالا رسیدیم به روش دوم و تلفظ دوم th در انگلیسی همونطور که دارید میبینید تی روش دوم تلفظش خیلی شبیه حالت اوله یعنی زبونمون زیر نیش دندون بالا باید قرار بگیره و سعی میکنیم بگیم ز, ز زنبور میشه ز ز ز پس تی اچ در حالت دوم زبون زیر نیش دندون بالا و سعی می کنیم بگیم ز حالا چند تا مثال رو با هم کار بکنیم تا خوب یاد بگیریم اولین مثال they یعنی آنها they are here آنها اینجا هستند حالا همونطور که دارید توجه می کنید they به این صورت که داره تلفظ میشه زبون زیر نیش دندون بالا they 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 are here آنها اینجا هستند they are here they are here that 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 همونطور که میبینید تی اچش حالت تلفظ دوم تی اچه یعنی زبون زیر نیشه دندون بالا و سعی میکنیم بگیم ز ز زنبور that یعنی آن that boy is Peter that boy یعنی اون پسر is Peter اون پسر پیتره that boy is Peter that boy is Peter those 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 دوباره یکی دیگر از حالتهای تی اچ در نوع دوم یعنی زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنیم بگیم ز میشه those پس توز دوز سوز هیچ چیز دیگری نیست those یعنی آنها those children are my friends اون بچه ها دوستان من هستند شما عزیزان همه دوستان انگلیسی مثل آب خوردن هستید those children are my friends Those children are my friends them 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 یعنی آنها را یا به آنها bring them in them th hش حالت دوم تلفظ th و زبون زیر دندون بالا و سعی می کنیم بگیم z, میشه th, them them bring them in بیارشون داخل bring them in bring them in with 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 یعنی همراه با یا با پس مثال رو با هم کار بکنیم I want to go with Mori I want to go with Mori و موری میخوام برم موری هر جا میره منم میرم دنبالش I want to go with Mori و همونطور که دارید توجه میکنید تلفظ TH در with به صورت نوع دوم TH و زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنیم بگیم زه میشه With 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 Mori یعنی همراه با موری I want to go with Mori I want to go with Mori Though 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 یعنی به هر حال یا علا رغم این موضوع Thank you though چقدر مثال خوبی thank you همونطور که خدمتتون عرض کردیم تلفظ تی ایچش نوع اول تی ایچه. یعنی زبون زیر یا پشت دندونهای بالا و سعی میکنیم بگیم سه میشه thank you اما تلفظ تی ایچ در though یا yeah, although هر دوتاشون نوع دوم تلفظ تی ایچه، یعنی زبونمون زیر نیش دندون بالا سعی میکنیم بگیم ز پس در این مثال هر دو حالت رو داریم thank you though thank you though حتما تمرین کنید حتما عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید حتما صدای خودتون رو هنگام بیان ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اگر اشتباهی وجود داره اون رو اصلاح بکنید این خیلی مهمه دوستان اینکه ما تاکید می کنیم دلیل داره اینکه ما تاکید می کنیم وقت شما تلف نشه می که شما یک بار یاد بگیرید موضوع رو بسیار خب پس دوباره تکرار می کنیم Thank you though. Though یعنی به هر حال در اینجا معنیش در اینجا یعنی به هر حال thank you یعنی از شما متشکرم thank you though به هر حال از شما ممنونم مثلا فرض کنید یک درخواستی از فردی داشتید بعد ایشون نتونسته درخواست شما رو انجام بده یا نتونسته بهتون کمک بکنه بهش میگین thank you though به هر حال از شما ممنونم درسته نتونستی اون کار رو برای ما انجام بدی ولی من از شما ممنونم ما هم از شما سپاسگزاریم اونایی که این کلیپ رو میبینن و Thank you though علا رقم این که شما تمرین نکردید علا رقم این که طبق روشی که بهتون گفتیم این درس رو کار نکردید اما thank you though به هر حال از شما ممنونیم This This This, This یعنی این و همونطور که توجه میکنید تی ایچش حالت دوم تلفظ تی ایچ زبون زیر نیش دندون بالا this یعنی این دوستان تلفظش دیس تیس یا هر چیز دیگری نیست دقت بکنید this این تلفظ ای هم در this بیه چیزی بین ای و ا میشه this this یعنی این this is my guitar This is my guitar. این گیتار منه. پس تلفظ TH رو دقت بفرمایید. This is my guitar. این گیتار منه. گیتار منو بده. میخوام آهنگ یادگیری رو، آهنگ آموزش رو، آهنگ رشد و پیشرفت رو برای شما عزیزان بنوازیم. This is my guitar. This is my guitar. بسیار هم سپاسگزاریم آفرین بر شما که در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو نوشتید طبق روش تمرین کردید و این خیلی مهمه دوستان اگر واقعا میخواید یاد بگیرید به ما اعتماد کنید ما هدفمون این است که شما یاد بگیرید و از رهگذر دیدن و استفاده از این کلیپ ها رشد و تفاوتی در مسیر یادگیریتون اتفاق بیفته پس حتما فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید تا به اون چیزی که میخواهید رفته رفته و با تمرین برسید. بی نهایت سپاسگزاریم اگر خوب هنوز متوجه نشدید کلیپ رو دوباره ببینید، دوباره تمرین کنید، دوباره صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید. قطعا با تکرار دوباره مسلط خواهید شد. آرزوی تندرستی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم.